مراکش یک بار دیگه نسبت به دخالت‌های گسترده و همینطور تروریسم رژیم ایران هشدار داد. این دخالت‌ها برای گسترش نفوذ در قاره آفریقا است. مخططات ایرانی عدوانی تجاه دول بغرب افریقیا کسنگال و غینیا و کوت‌دیوار. طرح‌های تروریستی رژیم ایران در کشورهای غرب آفریقا مانند سنگال، غنا، ساحل عاج و گینه بیساو قرار بود از طریق کشور مراکش اجرا شود. به این دلیل مراکش روابطش را با رژیم ایران قطع کرد. وزیر خارجه مراکش این داستان را با جزئیات فای ساخت. او گفت سفارت کشورش در لبنان توسط حزب الله تهدید شد. آمریکا باعث شد مراکش سفارت خود را از حومه جنوبی بیروت به مکان دیگری منتقل کند. عبدالحفیظ ادمینو، تحلیلگر سیاسی در این رابطه گفت رژیم ایران در مقابل محاصره و محکومیت بین المللی نشان نمی‌دهد که آمادگی دست کشیدن از اعمال تروریستی اش را دارد، بلکه نحوه دخالتش را تغییر می‌دهد. وزیر خارجه مراکش به تاریخچه دخالت‌های رژیم ایران در مراکش اشاره کرد. او در ابتدا از فعالیت‌های وابسته فرهنگی رژیم ایران در رباط از سال 2009 شروع کرد تا تحت پوشش ترویج مذهب شیعه به ترویج بنیادگرایی بپردازد. به دستگیری یک تاجر مراکشی به نام قاسم تاج‌الدین اشاره کرد که به اتهام پولشویی برای رژیم ایران به واشنگتن مسترد شد. به گفته این تحلیلگر، حزب الله لبنان از شبه نظامیان مراکش حمایت نظامی و تسلیحاتی می کند. عباس الوردی، تحلیلگر سیاسی گفت مراکش احساس خطر کرد چرا که رژیم ایران ثبات این کشور و دیگر کشورهای جهان را تهدید می کرد. بقیده ناظران رژیم ایران تلاش می کند تا با ایجاد جای پا در شمال و غرب آفریقا بتواند بحرانهای داخلیش را مرتفع کند. خبرنگار اسکای نیوز در رباط پایتخت مراکش گفت رژیم ایران آماده نیست که از فعالیت‌های توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده‌ای که در کشورهای منطقه دارد دست بردارد. به گفته وزیر خارجه مراکش، برخلاف انتقادهایی که کشورهای جهان به او کردند، جهان می‌بایست برخوردی قاطعانه با این رژیم داشته باشد تا از این گونه اعمالش دست بردارد.